سلام مجدد بیننده های خوب برنامه عصر حریوا، خوشحال هستم از اینکه همچنان بیننده برنامه خودتان عصر حریوا هستین. را در بخش معلولین توانمند در حضور محترم بردمل عبدالمجید حیدری هستیم، مسئول انجمن اجتماعی ورثه شهدا و معلولین نظامی ولایت هرات. خیلی خوش آمدید. خوش باشیم یک جان، تشکر. من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بیننده های برنامه خوب عصر حریوا. عبدالمجید ایدری هستم، مسئول انجمن اجتماعی ورثه شهدا و معلولین نظامی ولایت تهران. انجمن اجتماعی ورثه شهدا و معلولین نظامی ولایت تهران یک نهاد غیر سیاسی، غیر نژادی، غیر انتفاعی می باشد که ما در راستای حمایت از حقوق ورثه شهدا و معلولین نظامی و جستجوی ورثه شهدا و معلولین بی بضاعت و معرفی ایشان به مؤسسات و افراد خیر، به خاطر از اینکه و شاغل سازی معلولین توانمند نظامی که متاسفانه از نظر دولت دور شدن. وقتی که معلولین نظامی وقتی که زخمی شدن دیگه دچار معلولیت شدن، توانمندی کار دارن، اگر دست ناقص شده، اگر پای ناقص شده، اینا توانمندی کار دارن، ولی به فراموشی سپرده شدن از طرف دولت. خب متاسفانه مراکزی هم که به خاطر کار و کار چی داره، خب معلولیت رو میبینن، توانمندی از اون معلولی رو نمیبینن که میتونه بهتر از یک شخص سالم میتونه وظیفه انجام بده، کار انجام بده. ما به جستجوی همی هستیم که بتونیم همی معلولین نظامی، معلولین توانمند و ورثه شهدا اینا رو شاغل کنیم، بتونیم که برای از اینا و در انجمن ما کورس‌های برگزار میکنیم، مثلا از قبیل کورس‌های خیاطی، کورس‌های آرایشگری، سواد آموزی، کورس‌های انگلیسی، قرآن شریف، که بتونیم یک کار کرده باشیم، یک خدمت کرده باشیم برای همسنگراخ و برای ورثه شهدا که متاسفانه از طرف دولت به فراموشی سپرده شدن. و دادخواهی های هم داریم در حصه همی حقوق و امتیازاتی که از طرف دولت حکم شده برای ورثه شهدا و معلولین نظامی. از جمله همون یک نمره زمینی داریم که متاسفانه به تمام اکثر ولایات افغانستان و مرکز و اینا توزیع شده. ما نمیفهمیم که دلیلی و چیه که ما از سال 1397 که این آدر تأسیس کردیم تا بالفعل ما سه بار دادخواهی داشتیم در مقابل دروازه ولایت به خاطر همین نمرات زمین خود، که حداقل همین نمره زمین به ما برسه، چون که خیلی از ورثه شهدای خیلی از معلولین که کرایه نشین هستن. خب این معاشی هم که اگر سالانه برای از اینا میرسه، با این معاش نمیشه گزاره کرد که کرایه خونه بدن و مخارج زندگی و بیکارن. کارن خب کسی نمیده برای از اونا، زخمی شدن، بالاخره کار وظیفی هم ندارن. خب متاسفانه از طرف دولت هم فراموشی سپرده شدن که ما سه بار تا حال دادخواهی کردیم در سیامی زمین معلولین و ورثه شهدا که متاسفانه همیشه برای ما حقیقت بگم دروغ گفتن. ما رفتیم بشیشتیم برای ما دروغی بود گفتن، ما را سر خطیر کردن منابع که تا یک هفته دیگه ما خبر میدیم، تا یک هفته دیگه کار توزیع زمین ها شما شروع میشه، تا در روز دیگه کار توزیع زمین ها شما شروع میشه. دیگه بعد از او اگر از ولایت بیرون شدیم حتی جواب تلفن ما هم ندادن، چی برسه به اینکه برای ما خبر بدن و کار شروع کرده باشن و کار توزیع از زمین، نمرات زمین. و یا اونجا ما بارها درخواست دادیم که همین کسایی که در راه حمایت، در راه دفاع از نوامیس ملی و حفظ تمامیت ارضی از این کشور اعضای بدن خود فدا کردن یا شهید دادن، همینا را شما فراموش نکنین، همکاری کنین برای از اینا، به خاطر کاروبار برای اینا از این سمتونین که اینا را شاغل کنین، چون که کاری ندارن. یک معلول نظامی که بعد از اینکه زخمی شده
فوق 60,000 یا 80,000 معاش داره، 80,000 یا 1,00,000 معاش داره. شما فکر کنیم برج 4,000 یا 4,500 او رو کارخانه از اون فکر کنیم در سالی که برای از او 1,00,000 معاش برسه، او دیگه تامین و خارج و زندگی و اینا داره، به او 1,00,000 که نمیشه گزاره کنه، که دولت فقط امیر در نظر گرفته که 1 معاش تقاوتی برای از او میرسه، دیگه کلا به فراموشی سپرده شدیم از این سه از طرف دولت. اعضای انجمن شما به چی دادن؟ بله، اعضای انجمن شما، اعضای انجمن ما 170 نفر از معلولین در ولایت ایراد ثبت هستند که متاسفانه همه روزه به این تعداد افزوده میشه و بیش از 1400 ورثه شهدا به این حال ثبتند که این هم متاسفانه همه روزه به این تعداد شهدا اضافه میشه که آماری و تقریبا در حدود نزدیک به 2,000 شهید رسیده به ولایت ایران. خب دولت اگر همین رقم به همین روال پیش بره که به فراموشی بسپاره معلولین نظامی خور و رسه شهدا خور، خب مطمئن باشیم که اونایی هم که به نظام هن، چرا ما از بین همین مردمیم گرفتیم باید به این نظام خدمت کنیم. خب همین مردم ما رو میبینن، اگر دولت ما رو حمایت کنه، خب 100% او کسایی هم که دوست دارن که برای کشور خب خدمتی بکنن از این هم دلجمع هن که میریم، اگر ما شهید بشیم، اگر معلول بشیم، دولت به فکر ما هسته. ولی ای که دولت ما رو به فراموشی سپرده، خب ای را میبینن مردم، ملت ای را میبینن که همی که رفته، ای که همسایه منه، ای که دوست منه، ای که قوم منه، ای که آشنا منه، ای که رفته شهید شده، بعد از او چی سرنوشتی داره؟ همو اولاد از او، همو همسر از او چی سرنوشتی داره؟ ای که رفته معلول شده، از او بدن خور از دست داده، بازم ببینیم که به چی سرنوشتی بعد دوچاره، که حتی همو امتیازات مشروعی که خود دولت وعده کرده برای از اینا نمیرسونه. خب کی میتونه، کی میرن مردم به طرف نظام میرن؟ و این 100% شما قبول کنیم که اگر دولت همین معلول خور، معلول نظامی خور، همین ورثه شهید خور اینا رو حمایت کنه، اینا رو فراموش نکنه، اینا رو به اینا برسه، 100% او جبهات جنگ از او محکم تر میشه، رویه برای روی، یعنی حساب کنیم رویه میده برای از او سرباز خود که به خط اول می جنگه، برای از او افسر خود که به خط اول می جنگه، که اگر خدای نکرده تو مشکل پیش آمد برای تو چیز شدی، بعدا دولت پشت تو هسته که از خانواده تو مواظبت کنه، از این که تو معلول شدی بعدا دولت پشت تو هسته که تو رو به فراموشی نسپره. ولی متاسفانه این رقم نیه، ما به فراموشی سپرده شدیم از طرف دولت. امتیازاتی برای ما وعده داده میشه، از بالا امتیازاتی داریم، اما مدیریت نیه که این امتیاز برای ما برسه. جناب آقای کرزی، ببینید این حکم از رئیس جمهور کرزیه که به سال 1388 1388 حکم نمرات زمین برای تمام ارگان ها داده شده بوده، که اگر وقت داشته باشیم اجازه به شما یک مروری بکنم، این حکم زمینه، فقط اموزر میگم برای شما، این حکم زمینه که رئیس جمهور کرزی داده بود، که متاسفانه من یک نسخه دیگه از این از جناب آقای رئیس جمهور اشرف غنی دارم که برای تمام ورثه شهدا قطعات خاص، برای معلولین نظامی اینا هر کدام یک نمره زمین اینا حکم داده شده برای تمام والیان ولایت و شاروانان ولایات که اجرا بشه، یک نمره زمین رایشی برای از اینا اجرا بشه و یک مقدار پولی هم به خاطر ساخت از اون. خب به اکثر ولایات این کار اجرا شده، این امر تقریبا اجرا شده، یا کسایی که میرن تقاوت میکنن کار از اونا میدن، اون به اون نمره زمین از اونا رو میرسونن و موقع از اونا میرسونن. متاسفانه ما به ولایت ایراد میبینیم که کلن بیتوجه، انگاره که هر بار ما رو مراجعه کردیم پیش ولی صاحب سابق آقای رحیمی بود یاد مرفته اسمینا، خب اونا بره ما بارها وعده دادن، خب تا اونا تبدیل شدن برفتن از اینجی، بازی ولی صاحب آمدن از اول سال تا حالی سه وری سه پیره، ما خودی از اینا ملاقات کردیم، نشست کردیم که در مورد همین زمین ها، که همین زمین ها ما چرا نمیرسه.
میرسه. فقط میگن این هفته، هفته بعدی ما به شما یا خبر میدیم یا که اینا رو توضیح میکنیم برای شما. همیشه ما را سر وا کردن، یک جوری ما رو بدموندن، علاف کردن. امروز هم برفته بودیم دوباره به خاطر همین که امروز ولایت بودم، برفته بودم که و حتی گوشی آخر جواب نمیدن، نه سکرتر ولی صاحب نه آقامر دفتر از او گوشی آخر جواب نمیدن، برای ما 10 دقیقه 20 دقیقه وقت نمیگذارن که همین مشکلات ما رو بشنون. ما برای از اونا عرض خور بکنیم که همین یک احترام بگذاریم برای همین معلول نظامی، برای همین ورثه شهیدی که عزا بدن خور جان خور فدا کردن به خاطر همین آب و خاک. و شما و مو چوکی ها شیشته هستین، شما از خود امینا، امینا بودن به خط اول، امینا بودن که امینا هستن که این میجنگن خون میرزونن، شما به این کرسی ها شیشته هستین. پس باید توجه کنیم، پس بیایم توجه کنیم، بیایم خودمون همکاری کنیم. فقط میانه میشه شعار میدن. از معیوبیت خود خوب بگین چند وقت میشه که ایالت رو داریم بچیم؟ من در حدود 6 سال میشه که من زخمی شدم. من خود من وظیفی من انجینری مین پاکی بود، مین پاک بودم، به اردوی ملی بریدمل بودم رتبه من، و یک مدتی که وظیفه انجام دادم به بندر تورغندی و ولسوالی های اطراف بندر تورغندی، یعنی ولسوالی های هرات مثل گلران و دیگه مثل یک دوکان و مثل از دیگه ولسوالی های چهار دیوار که متاسفانه اونجی به اثر انفجار مین دشمن چی شد که دستم قطع شد. خب باز هم اجازه ندادن از طرف قماندان صاحب کندک و اینها، گفتن من دوست داشتم، من علاقه داشتم که بازم بتونم خدمتی بکنم، چون سرپا بودم و کار بلد بودم، میتونستم که اونجا بازم وظیفه انجام بدم. مرا قبول کردن، خود از اونام به همین نظر بودن که من تقاعد نکنم، یک تجربه به دست آوردم بتونم که از اون تجربه خو برای دیگر همسنگرا خواهم اونا را هم آگاه کنم. خب باز همی شد که متاسفانه دوباره تروریست های موتورسیکل سوار هست داخل شهر که داخل جاده ابرشام. یک روز از قلوردو می آمدم، درش کرده بودم که توسط مرمی از دشمن که به گردن رو اصابت کرد، از گردن به پایین کلن فلج شده بودم. خب خوشبختانه یک چیزی که دکترها گفتن و چیزی که خودم حالی هستم، می یک زمانی بود مثلا هیچی نمیتونستم دست و پا خور حرکت بدم، خوشبختانه حالی حرکت پیدا کردم که گفتن به مرور زمان پس خوب میشی. برای دو بار یعنی من زخمی شدم به همین دولت، به همین نظام. دیگه چی که بگیم دیگه، متاسفانه از طرف دولت به فراموشی سپرده شدیم که هیچی توجه ندارن برای به تمام حق و حقوقتان برسن و خداوند توفیق خدمتگزاری بیشتر نصیب شما کنه. شما همچنان قهرمان هستین و قهرمان باشین. لطف شما. به امید ازی که همچنان رسیدگی ها صورت بگیره برای قهرمانان واقعی مرز و بوم. بینندگان عزیز، همچنان برنامه ادامه داره، بعد از یک میان برنامه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم.